به یتیم و یتیم نوازی جز به چیزهای غیر لازم یا تعبیری آپشن رو آدم نیست که حالا من میتونم این کار بکنم میتونم نکنم. توصیه هایی که در همین نهج البلاغه داریم هم به مسئولین هم به مردم، هم به مسئولین سفارش شده به تو نامه به مالک و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقه، میگن یتیم رو و سال خورده رو خودت به عهده بگیر، یعنی وظیفه حاکمانه که این کار رو انجام بدن، ولی وظیفه مردم هم هست. در همین در حقیقت نفسهای آخر امیرالمومنین قبل از اینکه مولا سفارش به قرآن و نماز و اینها حتی کرده باشن، این سفارش هست که الله الله. آقا ما چجوری باید بفهمیم که نظر امیرالمومنین چیه؟ دیگه چجوری باید قسم بدن خدا تو رو خدا تو رو خدا، الله الله فی الایتام فلا تغب افواههم ولا یضیع بحضرتکم. اینها دهناشون یه درمیون نشه، نه اینکه یه دم بدیم یه دم ندیم یه ما تعبیرشون، نه اینجوری نه، ولا یضیع بحضرتکم در محضر شما ضایع نشوند اینا. ببینید یک مثال، آیا اگر کسی به بچه من بی احترامی کنه من به خودم نمیگیرم؟ من حتما به خودم میگیرم. اگر به بچه من احترام کنه من به خودم نمیگیرم؟ من به خودم میگیرم. بابا بچه های امیرالمومنین دارن تو این مملکت ضایع میشه، خیلی هاشون ضایع میشن. خب اینجا جاییست که باید به خود حضرت به خودش میگیره. ما برای همین داریم که در روایت داریم که ان الیتیم اذا بکا اهتز لبکائه عرش الرحمن. اگر یتیم گریه بکنه به واسطه یتیم بودنش لرزه بر اندام عرش الهی میفته. خب چجوری باید ما بفهمیم یه کاری مد نظر خداست، خدا نظر داره تو این کار؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى الله. خود قرآن ببینید وقتی که میخواد این رو بگه که خیلی کار سخته، میگه نزدیکش نرید. وقتی میخواد بگه یه کاری نکنید میگه نکنید. یه موقع کار که خیلی سخت باشه میگه نزدیک. وقتی میگه ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیک مال الیتیم نه. فقط این مسئله یتیم مسئله بسیار بسیار حساسیه تو جامعه، نباید اینها در حقیقت ضایع بشن خدای نکرده. حالا این تعبیر لطیف فرزند خدا یا فرزند امیرالمومنین، اینا فرزندان مولا هستن که اینا نباید ضایع بشن.